اگر بگوییم که ما تقریبا هر روز چند نوار یا نامه میگیریم که در این یا آن منطقه روسیه مهاجران بازداشت و لتوکوب شدند یا از ترسی سربازان تعیینات مخصوص روسیه یا عمان به جنگل و دشت ها گریختند، خطا نمی شود. اصلا به سر آنها چی آمده است و این عملیات ضد مهاجران در روسیه چی هدف دارد و به چی نتیجه ها می رساند؟ حالا با همکارمون میرزا نبی خالق زاد که وضعیت رو پیگیری دارد و با کارشناسان صحبت ها داشته است تلاش میکنیم با این پرسش ها جواب یابیم. میرزا نبی، بازیافت های شما چی است؟ سلام بینندگان ارجمند. رسما مقامات روس گفتند این عملیات مقرری نیلگال 2023 است. حتی گفتند که به پایان رسیده است، ولی شیوه اجرا و مقیاس آن از عملیات عادی فرق زیاد دارد. اگر در سالهای گذشته آن اساسا در شهرهای مرکزی روسیه جریان میگرفت، حالا به دوردست‌ترین منطقه های در گذشته برای مهاجران تاجیک آرام و آسوده هم رسیده است. دوم، خیلی بیرحمانه و گاه غیر انسانی صورت میگیرد. سیوم، اگر در گذشته تنها مکانهای تجمع مهاجران هدف تفتیش قرار میگرفت، حالا مثل این که در همه جا شکار جریان دارد و پلیس روس هر کجا شخص غیر روسی را که دید میخواد با کمیش حجتهای او را سنجد. اما در بیشتر موردها شخص را حتی یک مهاجری تنها را با تحقیر و لتکو بازداشت میکنند و به شبه های خود میبرند. این است. بله، این چیز در نوارها زیاد دیده می شود. پلیس روسیه می گوید دستور دارد که حجت ها را تفتیش و مهاجران غیر قانونی را بازداشت کند. بله، اما ده ها نفر نامه ها به دست ما رسیده است و آنها نوشتند که مهاجران زنگ زده می گویند که مقصد پلیس در نوبت اول بازداشت کردن آنها است. حجت ها را بعداً در شبه می سنجند، اگر همه چیز درست بود آزاد می کنند. در بعضی حالات ها درست هم باشد جریمه می بندد. به حجت ها را برای مدتی بیشتر بازداشت میکنند یا اخراج از روسیه. بعضی از کارشناسان بر اینند که وضع روانی جامعه روسیه بر اثر جنگ اوکراین خیلی بد است و گویا علم عیسی را از موسی می گیرند. اما مقصد می تواند عمیق‌تر باشد. طور نشریه خالد می نویسد یک مهاجری تاجیک را جریمه کردند و هنگام امضای پروتکل به پیشش کنترکت حربی هم گذاشتند و او این را نفهمیده امضا کرده است. حالا این جوان در تمرینگاه حربی است و به زودی به جنگ اوکراین فرستاده می شود. میرزا نبی، امکان دارد که چنین حادثه ها زیاد باشند؟ ببینید، همین دیروز در زیر یک برنامه ما شرحهای آمد که در آنها گفته می شود بچه های تاجیک را مجبوری به جنگ برده ایستادند. بغیر از این قانون نوی روسیه تصویب شد که دولت این کشور می تواند محبوسان سن خدمت حربی را مجبوراً به ارتش دعوت کند. یعنی اگر حالا در نتیجه این عملیات پلیس صدها نفر بازداشت و به ویران کردن قاعده های بود و باش یا قانون شکنی های دیگر گناهکار کرده شوند، از احتمال دور نیست که با آنها نیز شرطنامه حربی یا اکنون دعوت رسمی به خدمت حربی پیشنهاد شود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بارهاست میگوید بسیج یعنی سفربر کنی یا موبیلیزاسیه نام اعلان نخواهد کرد، اما همزمان نیروی روسیه در اوکراین تلفات کلان داده ایستادند. این نیروها به قوه تازه نفس محتاجند. از اینجا میتوان حد زد که معرکه وسیع مقیاس ضد مهاجران میتواند این مقصد را هم دنبال کند. و باز یک تحلیل هم نشر شده است که با این معرکه کرمل میخواهد مسئله مهاجران را به مراتب بزرگتر نشان دهد و جامعه را مخصوصا قشر ناراضی را به این سمت روانه کند و هم کار و ارادی حکومت را در این سمت نشان دهد. ولی طور میبینیم رسانه های روسیه این مسئله را زیاد بازتاب نمیدهند که توجه اهالی با اون کشیده نشود. درست است، اما ده ها ویدیو پن کرده می شود که اهالی محلی از این عملیات حمایت و به سختتر شدن آن دعوت می کند. واقعا حضور گسترده مهاجران در شهر و دیهات روسیه به اهالی تجای نافارم است و آنها شاهد این عملیاتند و حتی خودشان هر کجا مهاجران را دیدن به مقامات خود زنگ زده خبر می دهند. همین گونه وضعیت همچنان ادامه دارد. بله، تشکر همکار میرزا نبی خالق زاد با ما در استودیو بود با تلاش تحلیل معرکه ضد مهاجران در روسیه. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.